بسم الله الرحمن الرحیم من ساره شفیعی هستم دارای دکترای تخصصی نانوفیزیک در آموزش اپتیک هندسی در خدمت شما هستم برای ارائه موضوعاتی که مرتبط با این آموزش هست در این درس سعی کنیم که شما رو کلا با قوانین و اصول اپتیک هندسی آشنا بکنیم بنابراین قبل از اینکه برم سراغ قوانین و توضیحاتی که بدم لازم هستش که یک تعریفی از اپتیک داشته باشیم. معمولا در اپتیک ما تلاش میکنیم که بیایم خواص امواج الکترومغناطیس رو مورد بررسی و آنالیز قرار بدیم. همونطور که میدونین امواج الکترومغناطیس از طیف های مختلفی تشکیل شده که در واقع نور مرئی هم یکی از همون تیف های امواج الکترومغناطیس هست که حالا بسته به طول موج و بسامدی که داره داره در اون امواج الکترومغناطیسی فعالیت میکنه پس توی اپتیک بحثایی که ما داریم در کنارش موضوع نور مرئی هم از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هست. خب زمانی که شما میخواین بیاین حالا نحوه انتشار امواج رو مورد بررسی قرار بدید همونطور که میدونید وقتی که امواج حالا به یک سری اجسام میخورن میتونن یا اینکه این امواج این بعد از برخورد پراکنده بشن یا اینکه شکسته بشن زمانی که دارن این برخوردها رو انجام میدن و وقتی که ما بیان این پراکندگی و شکست رو مورد آنالیز قرار بدیم باز مرتبط میشه با بررسی اپتیکی و خواص نوری که این نور میتونه با نمونه ها داشته باشه. در کنار این زمانی که شما بیاین ماهیت موجی نور رو در نظر بگیرید به راحتی میتونین انتشار شکست هایی که در برخورد با اجسام رخ داده رو هم مورد توصیف و شهر قرار بدید. اگر بخوایم نظریه اپتیک رو تقسیم بندی داشته باشیم به طور کلی در اپتیک ما امواج رو میتونیم به چند دسته تقسیم بندی بکنیم و حالا اون مباحث که مرتبط با نور هست رو مورد آنالیز قرار بدیم معمولا تقسیم بندی که توی اپتیک داریم ما به دو دسته تقسیم بندی میکنیم اپتیک موجی رو داریم و اپتیک هندسی موضوعی که توی این آموزش دنبالش هستیم و خیلی برامون مهمه بحث اپتیک هندسی هست که من خدمت شما توضیح میدم که به چه ترده. توی اپتیک موجی همونطور که میدونین امواج الکترومغناطیس یک سری ویژگی هایی از خودشون نشون میدن که بحثایی که اونها دارن مرتبط با اپتیک موجی میشه. اما توی اپتیک هندسی ما بیشتر سعی میکنیم که پراش رو این قسمت نادیده بگیریم و معمولاً بر اساس مسیرهای مستقیمی که حالا اون نور توی اون مسیرها حرکت میکنه به ویژه توی سیستم اپتیکی ما بیایم این ردیابی ها رو انجام بدیم و به نسبت ردیابی هایی که انجام میشه مسیر نور رو توی زمانی که منتشر میشه تخمین بزنیم به ویژه توی شرایط خاصی که حالا نور میتونه منتشر بشه این ردیابی رو انجام بدیم. اگر بخوام بیشتر توضیح بدم به این ترتیبه که ما در اپتیک هندسی سعی میکنیم که رفتار نور رو زمانی که حالا این نور داره باستاب میشه یا اینکه داره عبور پیدا میکنه رو بر اساس یک سری قوانین و ضوابطی که در اپتیک هندسی وجود داره این رفتارش رو توضیح بدیم به ویژه رفتاری که نور میتونه زمانی که حالا داره عبور میکنه یا باستاب میشه از یک سری از عدسی ها و آینه ها معمولا توی اپتیک هندسی طول موج امواجی که حالا دارن منتشر میشن مقدار طول موجشون خیلی کوچیکتر از طول موج اون ادوات اپتیکی هست که حالا برای آنالیز و تحلیل اینها مد نظر قرار داده میشه به طوری که ما میتونیم بگیم اپتیک هندسی یک تقریبی از اپتیک موجی هست و قوانینی که برای اپتیک موجی هست رو اگر ما بخوایم تقریب بزنیم و یک مقدارش رو نادیده بگیریم مشمول همین اپتیک هندسی میشه اگر بخوام یک خورده جزئیات بیشتری رو در مورد اپتیک هندسی بهتون بگم باید بگم که ما توی اپتیک هندسی یک سری فرزیات داریم که سعی میکنیم بر اساس اون فرزیات نتایجی که به دست میاریم رو مورد آنالیز قرار بدیم یکی از این فرزیاتمون اینه که معمولا نور در اپتیک هندسی ما فرض میکنیم که داره توی یک مسیر مستقیمی حرکت میکنه توی یک محیط یک پارچهی که در این خصوص وجود داره و معمولا پرتوی نوری که داریم مورد آنالیز قرار میدیم توی محل تقاطع دو تا محیط ناهمگن این پرتوی مورد نظر ما معمولا خم میشه یعنی این هم یکی از فرضیاتمونه که بعد از اینکه حالا از این دو تا محیط رد شد پرتوی ما خم میشه فرضیت دیگه ای که داریم اینه که معمولا مسیر منحنی ما توی یک محیطی که ذریب شکست متغیری وجود داره این حرکت میکنه و در اونجا جذب یا انعکاس پرتوی نور اتفاق میافته. در اپتیک هندسی سعی میکنیم که بحث انکسار رو نادیده بگیریم که همون پراش هستش و معمولاً روی موضوعات تداخل نور صحبتی نمیشه برای که انکسار و تداخل نور از جمله مباحثی هستن که سعی میکنیم به اپتیک هندسی اینها رو مد نظر قرار ندیم. خب حالا توضیح بدیم یه خورده که یعنی چی حرکت نور به صورت مستقیم. زمانی که نور داره به صورت مستقیم حرکت میکنه ما اینجا تصور میکنیم که طول موج تابش نور ما خیلی کوچکتر از اون گذرگاه ها و اجزای محدود کننده مسیر هست و به این دلیل که طول موجش خیلی کوچیکه پس به راحتی میتونه یک مسیر مستقیمی رو داشته باشه اگر بخوام بر مبنای قوانین بنیادی اپتیک هندسی رو تعریف بکنم بر اساس چند تا قانون به راحتی ما میتونیم این اپتیک رو تعریف بکنیم که حالا خدمتون توی اسلاید بعدی این موارد رو توضیح میدم. یکی بر مبنای قانون تراگوسیل هست قوانینی که در خصوص بازتابش وجود دارن و بحث قانون شکست یا همو اسنل هست که ما به راحتی میتونیم طبق این قوانین این اپتیک هندسی رو توضیح بدیم. بریم سراغ قانون ترگوستی. طبق این قانون ما اینجا همونطور هم که خدمتون توضیح دادم که تو اپتیک هندسی فرض کنیم که نور به صورت مستقیم حرکت میکنه توی این قانون تراگوستیل هم به همین ترتیبه که معمولا روی موضوع انتشار نور به صورت خط مستقیم بحث میکنه که میگه معمولا نور توی یک ناهیهی که به شکست ثابت هست تلاش میکنه که به صورت مستقیم یک حرکتی رو داشته باشه توی قانون بازتابش همونطور که حالا توی شکل هم شما دارید میبینید زمانی که یک پرتوی میتابه به یک صفحه ای همون پرتو میاد با یک زاویه برابر با همون زاویه تابش اولیه از صفحه بازتابش پیدا میکنه و منعکس میشه که معمولا توی قانون بازتابش زاویه تابش رو با آی نمایش میدن و زاویه بازتابش رو با آر نمایش میدن که همونطور هم که در فرمول میبینید توی این قانون آی برابر هستش با آر اگر بخوام یک توضیح در مورد شکست نور داشته باشم زمانی که نور میاد از یک محیطی به محیط دیگهی منتقل میشه مثلا فرض کنید شما یک ظرف آب رو داریم نور رو میایید شما میتابونید به این ظرف آب. پس نور داره از فضایی که هوا هست وارد یک محیطی میشه که ضریب شکست آب رو داره و ضریب شکستش با ضریب شکست هوا با همدیگه متفاوت هست. زمانی که نور وارد محیط آب میشه به این دلیل که ذریب شکست ها متفاوته. پس بنابراین اختلاف چگالی محیط ها هم با همدیگه متفاوته، باعث میشه که نور یک خمشی رو پیدا بکنه که ما به این خمش میگیم شکست نور ضریب شکست رو اگر که بخوام مفصل تر توضیح بدم خدمت شما ضریب شکست یک کمیتی هست که بود نداره و معمولا هم سرعت عبور نور در ماده رو تعیین میکنه که اگر بخوایم نشون بدیم ضریب شکست رو با ان نمایش میدم معمولا بر حسب نسبت سرعت نور در خلب به سرعت نور در محیط هست که c تقسیم بر v مساوی میشه با ضریب شکست که توی فرمول هم دارم خدمتتون نمایش میدم که بر این اساس شما میتونید شکست نورها رو در محیط هایی که دارای ضریب شکست مختلف هستند بررسی بکنید قانون بعدی که لازم هستش در مورد صحبت بکنیم قانون اسنل هست که معمولا از طریق قانون اسنل ما میتونیم رابطه ای که بین زوایای تابشی و شکست هست رو مورد بررسی و آنالیز قرار بدیم. معمولا توی قانون اسنل پرتوهای تابشیمون به علاوه پرتو شکست و خط عمودی که بر اون صفحه وجود دارن همگی توی یک صفحه قرار دارن همونطور که حالا تو شکل هم ملاحظه میکنید این موضوع رو ما داریم طبق قانون اسنل نسبت سینوس زاویه تابش به سینوس زاویه شکست همیشه ثابت هست همونطور که تو شکل هم میبینید n یک ضریب شکست محیط اوله اندو ضریب شکست محیط دوم هست تتا یک زاویه یه که پرتو فرودی با صفحه می سازه که ما بهش میگیم زاویه یه تابش و تتا دو زاویه شکست نور هست یعنی زمانی که پرتو از این قسمت به صفحه ما تابیده میشه به این دلیل که ضریب شکست دوتا محیط با همدیگه متفاوت هستند پس اینجا یه خود خم میشه شکسته میشه که ما زاویه که پرتو با محور عمود بر صفحه میسازه رو ما بهش میگیم زاویه شکسته نو. و طبق قانون هم همطور که خدمتون گفتم یک رابطه برای این موضوع تعریف شده که میگه که ضریب شکست محیط اول در سینوس زاویه تابش محیط اول یا همون در واقع زاویه تابش اون پرتو نورمون یا حالا با محیط اول هم خیلی مهم نیست که حتما اینجا ذکر بکنیم برابر هستش با ضریب شکست محیط دوم در سینوس زاویه شکست نورمون که طبق این قوانین شما به راحتی میتونید رابطه ای که بین زوایای تابش و شکست نور وجود داره رو مورد آنالیز و بررسی قرار بدید. با توجه به توضیحاتی که دادیم تونستیم یک دید کلی نسبت به اپتیک هندسی بگیم و شما رو با قوانینی که در این حوزه وجود دارن و اصول اپتیک هندسی آشنا بکنیم که حالا انشاءالله مباحث که مرتبط با این موضوع هستن و ما میتونیم با استفاده از اپتیک هندسی در بررسی تحلیل ها و نتایجمون استفاده بکنیم رو خدمتتون توضیح خواهیم داد. بر مبنای اصول و قوانین اپتیک هندسی حالا میخوایم بیایم جایگاه اصل فرما در اپتیک هندسی رو مورد بررسی و آنالیز قرار بدیم. معمولا توی فرما یا همون اصل فرما به این ترتیب در روابط اپتیکی و بحث نور استفاده میشه که سعی میکنن بیان قانون شکست رو با استفاده از یک اصل مینیموم مطرح بکنن. یعنی چی؟ یعنی اینکه که بیان کوتاه تری مسیری که نور زمانی که داره مثلا از یک نقطه به نقطه دیگه حرکت میکنه رو حالا بیان این کوتاه تری مسیر رو مورد آنالیز قرار بدن. همونطور که میدونین اگر که یک پرتو نور مثلا از نقطه پی بخواد وارد نقطه آر بشه اینجا بدین دلیل که حالا محیط های ما ممکنه که ضریب شکست های مختلف دیگه ای داشته باشن ممکنه که مسیر نوری ما شکسته بشه زمانی که حالا میخواد از محیط یک وارد محیط دوم بشه که حالا تو شک هم شما دارید میبینید مثلا نور میاد از نقطه پی شروع میکنه به حرکت که خب یک زاویه‌ای با خطی که عمود هست بر اون صفحه ایجاد میکنه و وقتی که وارد محیط دوم میشه شکسته میشه و میرسه به نقطه R که اینجا هم دوباره یک زاویهی با عنوان زاویه شکست با اون خط عمود بر صفحه ایجاد میکنه. حالا تو اصل فرما دنبال این هستیم که ما بیایم کوتاه ترین مسیری که نور از نقطه P تا اینکه برسه به R طی میکنن رو مورد بررسی قرار بدیم به خاطر همین بهش میگن که توی این قسمت قانون شکست رو سعی میکنه که با استفاده از یک اصل مینیموم اینجا مورد بررسی قرار بده ما اگر که فرض بکنیم که نوری که توی محیط بالا یا همین محیط اول ما قرار داره دارای یک سرعت باشه که حالا سرعتش رو سعی بکنیم با وی نمایش بدیم نوری که اینجا شکسته میشه و وارد محیط دوم میشه این رو بیایم با W نمایش بدیم و زمانی که فرض میکنیم که نور میاد کوتاهترین مسیر که مسیر PQR هست رو داره طی میکنه بنابراین همونطور که تو شکل هم میتونیم ببینیم دو تا مسیر رو این پیمایش تشکیل میده از دو تا پاره خط PQ و QR که حالا این کوتاهترین مسیری هستش که ما میتونیم براش در نظر بگیریم همونطور که میبینین مسیر پی خب یک زاویهی میسازه با اون خط قائم تحت عنوان زاویه آلفا و خود QR هم که مشاهده میکنید زاویه آلفا پیریم رو با خط عمود بر اون محور ایجاد میکنه که همونطور که میبینید این خطوط ایجاد شده پیروی میکنه از قانون اسنل که ما توی قانون اسنل هم داشتیم که سینوس آلفا تقسیم بر سینوس آلفا پیرین رو میتونیم بگیم که وی به دبلیو چرا؟ چون اگر که خاطرتون باشه ما توی اونجا گفتیم که توی قوانین اسنل ما داریم که ان 1 سینوس تتا یک مساوی بود با ان دو سینوس تتا 2 و ان رو گفتیم که سی هست تقسیم بر اون سرعتی که نور داره بنابراین اگر که جایگذاری بکنیم با استفاده از قوانین اسنل میتونیم بگیم که پس نسبت سینوس زاویه تابشی به شکستمون برابر با سرعتی که اون داره توی محیط اول به سرعتی که در محیط دوم ایجاد میکنه که حالا شما میتونین توی اصل فرما با استفاده از اون حساب دیفرانسیل و انتگرال بیاین اون کوتاهترین زمانی که معمولا از پی تا آر در نظر گرفته میشه رو ثابت بکنه که معمولا این مسیر PQR کوتاه در این زمانی هست که نور میتونه در این خصوص طی بکنه و حالا معادلات مختلفی هم برای این حوزه در نظر گرفته شده که اگر دوست داشتید میتونید مطالعه بکنید معمولا این قانون رو برای یک سری سطح هایی هم که به صورت خمیده هستند در نظر میگیرن و این رو تعمیم میدن به اون سطوح و از یک سری رویه های کروی که معمولا توی عدسی ها وجود داره برای این حوزه استفاده میکنن. اگر بخوایم اصل فرما رو بر مبنای یک سری تغییراتی که در سرعت نور در نظر گرفته میشه به این ترتیبه که معمولا یک سیستم نوری دلخواهی رو مد نظر قرار میدن سعی میکنن که بیان سرعت نور رو از یک نقطه به نقطه دیگهی تغییر بدن و تغییرات مختلفی رو توش ایجاد بکنن و در نهایت اون محیط ناهمگینی که وجود داره رو بیان حالا به لایه های نازک تقسیم بکنن که معمولا سرعتی که نور تو هر کدوم از این لایه ها داره ثابت هستش و بنا به همین قواعدی که وجود داره حالا میتونن اثر فرما رو در نظر بگیرن بعد از این میان یک فرضیه ای ایجاد میکنن که مثلا فرض میکنن که یک محیط دیگه ای دارن که اون محیط میتونه به جای محیط فعلی در نظر گرفته بشه. سرعت نوری که در هر لایه از این محیط وجود داره رو ثابت در نظر میگیرن و تلاش میکنن که فرض بکنن زخامت این لایه ها خیلی کم هست تا حدودی که مثلا زخامت لایه ها رو در حد صفر در نظر میگیرن و در نهایت هم با توجه به این فعالیت هایی که انجام میدن میتونن به اصل فرما در اپتیک هندسی دست پیدا بکنن. اگر بخوایم یک اشاره داشته باشیم به اپتیک هندسی و جایگاهی که اصل فرما در اپتیک هندسی داره باید بگیم که منظور پرتوی نوری هستش که داره بین دو تا نقطه توی یک محیط ناهمگن حرکت میکنه که ترین مسیری که این نور طی میکنه در این محیط ناهمگن به ویژه اینکه اگر که در کوتاهترین زمان باشه نسبت به مسیرهای دیگر رو میگیم که توی این قسمت اصل فرما ایجاد شده و تونسته کوتاه در این مسیر رو پیمایش بکنه. علاوه بر اصل فرما، سری اصلهای دیگه هم توی شاخه های مختلف فیزیک وجود دارن که با توجه به مطالعاتی که انجام شده میبینیم که توی اون شاخه های مختلف هم باز اصل مینیموم در نظر گرفته شده. مثلا زمانی که میخوان تعادل در سیستم مکانیکی رو برقرار بکنن تلاش میکنن که بیان انرژی پتانسیل رو به کمترین مقدار خودش یا همون مینیموم بودن انرژی برسونن و طبق اون بررسی بکنن. معمولا یک سری قوانینی هم که برای حرکت وجود داره و این قوانین حرکت رو میخوان آنالیز بکنن سعی میکنن که از اصولی که مربوط به مینیموم یا حتی ماکسیموم هستش استفاده بکنن و بتونن قوانین حرکت رو بر این مبنا توجیه بکنن به طور کلی اگر بخوایم که اینجا موارد کاربرد اصل فرما رو باید بگیم این هستش که ما میتونیم طبق این اصل ویژگی های پرتوهای نوری که از سطح آینه باستاب میشن رو بررسی بکنیم. طبق اصل فرما میتونیم بحث و جایگاه شکست نور رو مورد آنالیز قرار بدیم و علاوه بر این هم میتونیم ویژگی های باستاب کلی نور رو حالا چه در محیط های همگن چه غیر همگن مورد تشریح و بررسی قرار بدیم. پس جایگاه اصل فرما رو در این خصوص توضیح دادیم و سعی می که حالا اشاره داشته باشیم به نحوه باستا و شکست نور از سطوح مختلف حالا چه این سطوح تخت هستن یا کروی با توجه به اصول و قوانینی که در اپتیک هندسی هستش در نظر داریم به نحوه باستا و شکست نور از سطوح تخت اشاره بکنیم. قبل از اینکه وارد سطوح تخت بشیم لازم یک تعریفی از آینه به عنوان یکی از سطوح تخت داشته باشیم. معمولا آینه ها یک سطح سیقلی دارن که در بازتابش نور بسیار قوی عمل میکنن و باعث میشن که به عنوان یک بازتابنده خوب تمام پرتوهای تابشی که بهشون تابیده میشن رو از خودشون بازتاب بکنن. آینه ها معمولا به دو دسته آینه تخت و آینه کروی تقسیم بندی میشن. قبل از اینکه بریم سراغ نحوه باستاب و شکست نور از سطوح تخت لازمه که یک تعریفی داشته باشیم از باستاب نور یا بحث باستابش نور که ببینیم مثلا منظور از باستاب یعنی چی؟ همونطور که میدونین وقتی که یک نوری به یک جسمی میتابه زمانی که این نور از سطح اون جسم برگرده رو بهش میگن باستاب نور که باستابش خب به لحاظ سطحی که به عنوان باستاب کننده نور عمل میکنه میتونه انواع مختلفی داشته باشه مثلا ما باستابش منظم رو داریم و این مخصوص زمانی هستش که یک دسته پرتوی نور موازی با هم دیگه میخورن به یک سطح آینه که حالا آینه یا سطحی که باستاب کننده ی نور هستش این سطح صاف و سیقلی هست دمانی که به این سطح صاف میخورن باعث میشه که نور به صورت همون دست موازی که تابیده شده دوباره مجدد به صورت موازی باستاب پیدا بکنه که به این حالت باستاب میگن باستاب منظم یه نوع دیگه ای هم داریم با عنوان باستاب نامنظم و زمانی هستش که پرتوهای نور موازی با همدیگه میان برخورد میکنن به اون سطح باستاب کننده اما سطح ما اینجا ممکنه که ناساف باشه یا اینکه سیقلی نباشه یک سری ناهمواری هایی در اون سطح وجود داشته باشه که خود این ناهمواری ها و غیر صاف بودن سطح باعث میشه که باستاب این دست پرتوها دیگه به صورت موازی با همدیگه نباشه باعث بشه که اینها در جهتهای مختلفی حالا ممکن این جهتها هم مخالف همدیگه باشن اتفاق بیفته. حالا ما بریم ببینیم که کلا توی آینه تخت که به عنوان یک سطح تخت هستش باستاب به چه شکلی اتفاق میافته معمولا توی آینه تخت ضریب باستاب بالا هست یعنی چی بالاه؟ یعنی هر دست پرتو نوری که به صورت موازی به این آینه تخت برخورد میکنه به صورت منظم و موازی با هندگه اینها باستاب پیدا میکنن. معمولا توی آینه های تخت هم سطح آینه همواره و ممکنه شاید دارای یک سری ناهمواری های خیلی کم باشه که این ناهمواری ها معمولا ابعادی که دارن کوچیکتر از اون طول موج نور هستش که داره تابیده میشه به اون آینه تخت و همین ناهمواری های کوچیک باعث میشه که زمانی که دست پرتو موازی دارن به یک آینه ای که سطح صافه برخورد پیدا میکنن یک بازتابش موازی توی آینه ها ایجاد بکنن حالا فرض میکنیم که سطح آینه ای که داریم بررسی میکنیم و به صورت تختم هست یک سری ناهمواری هایی داشته باشه که این ناهمواری هایی که در سطح آینه وجود داره ممکنه که ابعادش بیشتر از طول موج نور تابشی باشه که زمانی که این ناهمواری ها در سطح وجود داشته باشه باعث میشه زمانی که پرتوها میخورن به سطح موجب یک سری باستاب در جهات مختلف بشن و تصویرهایی هم که معمولا در این نوع آینه ها دیده میشه خیلی کیفیت نداره وضوح لازم رو نداره و ممکنه شما مثلا یه نقطه رو به شکل چند نقطه ببینید و اون یک نقطه کامل رو به وضوح توی این نوع آینه ها نتونید مشاهده بکنید خب حالا بریم سراغ قوانینی که در خصوص باستاب توی این آینه های تخ وجود داره مهمترین قانونی که وجود داره اینه که زمانی که یک پرتوی نور تابیده میشه به این آینه و این پرتو باستاب پیدا میکنه زوایایی که این پرتوها با خط عمود بر سطح آینه میسازن همونطور که میبینین با همدیگه دیگه برابرن هم دیگه یعنی زاویه تابش مساویه با زاویه باستاب هست به طور کل پرتوی تابش، پرتوی باستاب و این خطی که عمود هست بر سطح آینه همگی توی یک صفحه قرار دارم زاویه تابش و بازتابش رو که خدمتون گفتم با همدیگه برابر هستن. معمولا توی این آینه های تخت همونطور که تو شکل هم نمایش داده شده زوایای تابش و بازتاب بر اساس این خط عمود بر سطح آینه محاسبه میشن. حالا بریم سراغ تصویرهایی که ممکنه ما در آینه تخت ببینیم. همونطور که توی یک شکل, شکل رو هم در واقع خدمتون نشون دادیم یک شمی رو در مقابل یک آینه تخت قرار دادیم و در اون شما باز تصویر اون شم رو مشاهده میکنید که خود اون شم و تصویری که شما مشاهده میکنید پرتوهایی هستش که امتدادشون میرسه به چشم و معمولا به صورت مجازی هست این تصاویر طول تصویری که در این آینه ها دیده میشه برابر با طول خود جسم هستش فاصله تصویر تا آینه برابر هست با فاصله جسم تا آینه. فاصله هر دو یکسان هست. در کنار این تصویری که شما مشاهده می کنید هم به صورت مستقیمه. دقیقا مشابه همون شکل رو به شما در این قسمت نشون میده. اما خب ممکنه که تصویر شما یک وارونی جانبی داشته باشه. مثلا اگر یک نوشته ای رو شما می تصویرش رو ببینید توی آینه ممکنه که برعکس اون نوشته رو مشاهده بکنی یک وارونی جانبی توی این تصاویر شما مشاهده میکنید خب بحث باستاب توی دو تا آینه تخ رو میخوایم مورد بررسی قرار بدید فرض بکنید ما یک آینه ای داریم تحت عنوان آینه M1 با یک زاویه که این زاویه هم به شرط است در کنار آینه M2 قرار گرفته یعنی زاویه ای که بین این دو تا آینه تخت وجود داره منفرج است که تحت زاویه آلفا هم این رو نشون میدم معمولا میان زاویه ای که بین شعاع تابش به آینه اول و بازتابش از آینه دوم هست رو میان مورد بررسی قرار میدن به چه ترتیب امتداد این دوتا رو وقتی که به هم وصل بکنن زاویه دی رو داره نمایش میده که این دی نشون دهنده زاویه انحراف این پرتوها هست که اگر بخوایم دی رو نمایش بدیم برابر با 360 منهای دو آلفا که آلفا هم گفتم خدمتتون هم و زاویه, ای زاویه ای که بین دوتا آینه تخت وجود داره برای اینکه بخوایم زاویه که بین جسم و تصویر وجود داره تو آینه تخت رو محاسبه بکنیم لازمه که ما زاویه‌ای که جسم با آینه تخت میسازه رو داشته باشیم معمولا فرض میکنیم جسم ما A هست یا حالا میتونیم بگیم در واقع A B چون یک برداری رو داریم در کنار یک آینه به نمایش میذاریم پس بردار A B یک زاویه تحت عنوان آلفا با آینه تخت ایجاد میکنه تصویری که این از خودش نشون میده ای پیریم بی پرین هستش که خود این ای پیریم بی پرین هم یک زاویه ای رو با آینه تخت برابر با آلفا ایجاد میکنه اگر ما بخوایم زاویه بین تصویر با جسم رو محاسبه بکنیم این مقدار برابر میشه با دو آلفا زاویه ای که بین جسم و تصویر وجود داره برابر هست با دو برابر زاویه که بین جسم و آینه وجود داره که این رو هم میتونید حالا برای تحلیل نتایجی که توی این حوزه وجود داره استفاده بکنید حالا میخوام یک بررسی داشته باشیم در خصوص تصاویری که در دو تا آینه تخت متقاطع ایجاد میشه فرض کنیم دو تا آینه داریم بسته به اینکه این دو آینه در چه زوایایی در کنار همدیگه قرار بگیرن تصاویری که از خودشون نشون میدن متفاوته. به طور کل دو تا آینه تخ وقتی در کنار هم قرار میگیرن تصاویری که از خودشون نشون میدن بیشتر از دو تا تصویر هستش. اگر که ما زاویه‌ای که این دوتا آینه با همدیگه دارن رو یک مقداری حدود آلفا در نظر بگیریم با استفاده از این فرمول میتونیم تعداد تصاویر رو بسته به تغییراتی که آلفا میتونه ایجاد بکنه حساب بکنیم n که همون تعداد تصاویر برابر هست با 360 تقسیم بر آلفا منهای یک که شما با استفاده از این فرمول به راحتی میتونید تعداد این تصاویر رو به دست بیارید تا اینجا در مورد رفتار بازتاب نور از سطوح تخت صحبت کردیم حالا در نظر داریم که اشارهی بکنیم به بحث شکست نور از سطوح تخت معمولا پرتوهای نور زمانی که وارد یک محیط دیگه میشن اینها منحرف میشن و انحرافاتی که این پرتوهای نور به دست میارن رو بهش میگن شکست نور حالا میخوایم بررسی کنیم ببینیم چه اتفاقی میافته توی بحثای شکسته نو؟ فرض بکنید که ما یک چشم داریم این چشمه رو با عنوان اس حالا تو شکل به نمایش گذاشتیم و این چشمه ما توی محیطی که ضریب شکستش N1 هست قرار گرفته. زمانی که پرتو تابیده میشه به مرز دو تا محیط همونطور که خدمتون هم توضیح دادم پرتوها توی مرز شکسته میشن. و شکست شدن این پرتوها خودش میتونه از قانون اسنل تبعیت بکنه و ما بر اساس قانون اسنل مواردی که مد نظر هست رو محاسبه بکنیم. طبق قانون اسنل ما داشتیم که ضریب شکست محیط اول زب داره. سینوس زاویه تابش که در اینجا ببینید تتا یک زاویه تابش ما هست. برابر با ضریب شکست محیط دوم در سینوس زاویه شکست که وقتی که شما این پرتو رو با خط عمود بر سطح حساب میکنید میبینید که تتا دو در این قسمت همون زاویه شکست ما هست. خود شکست نور بر اساس ظریف شکست هایی که این محیط های مختلف دارن میتونه متفاوت باشه. مثلا اگر که فرض بکنیم پرتوی نور ما داره از یک محیط قلیزی وارد یک محیط رقیق میشه مثلا از یک محیطی که فضاش آب یه ظرفی داریم پرتو ما داره از داخل اون ظرفی که داخلش آب هست به یک محیط رقیق که حالا فرض میکنیم هوا باشه داره وارد میشه